شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. یلداتون مبارک. شب یلداتون مبارک و با سلام خدمت آقای مصیب‌زاده عزیز که تشریف آوردن و در کنار سفره ما در خدمتتون هستیم با صدا و ساز زیبات. بسیار قشنگ و زیبا واقعا اجرا کردین آقای مصیب‌زاده. خواهش میکنم. خب دوست داریم که خودتون رو معرفی کنید خدمت بیننده‌های عزیزمون و تبریک یلدا رو به بیننده‌هامون. من هم سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیز در همه جای دنیا به خصوص کانادا و ایران. تبریک هم میگم شب یلدا رو خدمت شما عزیزان و همه دوستانی که اینجا زحمت میکشن کار میکنن و همه ایرانی ها همه جا به خصوص در کانادا و ایران، و امیدوارم که بختشون به بلندی شب یلدا باشه تمام ایرانی های عزیز در همه جای دنیا. ممنون. خب شما حتما سرتون شلوغ دیگه این روزها، درسته؟ برنامه به خصوصی دارین آقای مصیب‌زاده؟ برنامه موسیقی یعنی؟ بله بله. به هر حال خودتون همجور که میدونین کانادا و تورنتو بیشتر شهر ایونت، همه جای ایونت هست، ایونت های مختلف. ما هم به سهم خودمون دعوت میشیم جای مختلف. بله کم و بیش مشغول هستیم دیگه، حالا هم زمان هم آدم کارم میکنه یه ذره هماهنگ کردنش سخته، سودان روزای پرکاریه. بله بله دیگه، جشن و ایام شادی و خوشبختانه همونجور که اشاره کردید ماشاءالله ایرانیای تورنتو همیشه تو این کارا فعالیت زیادی داره، توی جشن‌ها و ایونت‌ها و برنامه‌های مختلفی هستش در سرتاسر تورنتو و می‌دونیم که هنرمندای عزیزمون هم مشغول و سرگرم هستن. بله دیگه، موسیقی‌دارا این چند روزو بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرن. بله. نه همیشه مورد توجه هستن ولی خب بیشتر احتیاج میشه بهشون این روزا. بله دیگه. سایتون شلوغ میشه. آقای مصیب‌زاده دوست عزیز چند سال هست مشغول کار هنری و سنتور؟ والا من اساسا کلا کارم موسیقی و هنر بوده. از اول هم رشته تحصیلیم در مقطع لیسانس موسیقی بوده، در مقطع فوق لیسانس هم پژوهش هنر خوندم، همون موسیقی با گرایش‌های پژوهشی که بیشتر تحقیقات رو انجام میدادیم و تدریس در دانشگاه. اینجا هم که اومدم حالا کار دیگه ای هم میکنم، ولی اساسا از همون اول هم موسیقی رو ادامه دادیم با حمایت جناب آقای زرین مهر و خانم محترمشون و این شبکه، و هر سال هم از موقعی که اومدم همینجا. چند سال هست که دارید مورد توجه و تفقد آقای زرین مهر و خانمشون قرار گرفتیم؟ 4 ساله من اومدم، 3 سال و خورده ای در واقع نزدیک 4 ساله. هر 4 سال هم هر شب یلدا هم نوروز و واقعا این فرصت رو به ما دادن خانم زرین. امیدواریم که سالهای سال بازم در خدمتتون باشیم. باعث افتخار ماست، ما همیشه در خدمت شما هستیم. الان کار تدریس دارین، تدریس موسیقی انجام؟ بله ما آقای تراوتی همکاری میکنیم، آموزشگاه نوا، یه سری شاگردای خصوصی هم داریم، یه سری محافل و مجالس موسیقیایی هم هست برای در واقع بحث پیرامون مباحث نظری موسیقی، اونجا هم شرکت میکنیم. دوستانمون معمولا همه موزیسینن و غیر از کارهای روزمرهمون بیشتر مشغول موسیقی هستیم دیگه. بله دقیقاً. بله ممنون. به هر حال بازم از وقتی که به ما دادین، میدونم امشب الان میرین و ادامه میدین برنامه مهمونی خودتون رو. بله. خودتون اگر صحبتی دارین در هر زمینه ای شما و این دوربین، و بازم ممنون و خیلی لذت بردیم از اجرای قشنگتون. نه من تشکر میکنم، همیشه این فرصت به ما میدین. اگه اجازه بدین در مورد قطعه‌ای که اجرا کردن صحبت بکنیم، شاید لازم باشه برای کسایی که میشنون این قطعه رو. من یک توضیح در واقع فنی موسیقیایی بدم. در موسیقی ما، موسیقی همون موسیقی که من اجرا کردم یا بقیه دوستان اجرا میکنن، ما اونو تحت عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی میشناسیم. حالا اسمای متنوعی هم میگن، سنتی، ملی. حالا من نمیخوام الان در مورد این موضوع صحبت بکنم، ولی به هر حال این نوع موسیقی کلاسیک که اجرا میشه، یک در واقع محکی در این موسیقی وجود داره برای اینکه ارزیابی بشه که این موسیقی چقدر کلاسیک تر و چقدر در واقع فنی تر و قابل ارزشه. ما در موسیقیمون یه درون مایه‌ای داریم که اش میگیم ردیف، یه سری ملودی های باستانی ایرانی هن که ردیف شدن، یعنی در طول تاریخ مجموعی رو تشکیل دادن. اون همه چیز موسیقی ماست، در واقع متریال اصلی ما. وقتی موسیقی یاد میگیریم، موسیقین های ایرانی همه اون ردیف رو میزنن، وقتی که زدن تموم شد از لحاظ تکنیکی به سطح قابل قبولی میرسن، یه درک و فهمی از شور در واقع مستطر در موسیقی کلاسیک ایرانی
دریافتی پیدا میکنن. ولی حالا به هر حال تقلید مو به مو و مستقیم از ردیف ملاک ارزش در موسیقی ایرانی نیست. در واقع موسیقی کلاسیکی خوبه که یک موزیسین ملهم از این ردیف یک برداشت شخصی و خلاقانه خودشو ارائه بده. و اینجاست که فرق بین موزیسین ها معلوم میشه. مثلا فرض کنید اگه آقای علیزاده یا آقای لطفی، آقای شجریان، آقای مشکاتیان برجسته ترن، به خاطر اینکه این برداشتشون در واقع اصیل تر و فنی تر و سخت تر و زیباتر. یعنی ملاک زیبایشون هست در موسیقی ایرانی اینه که هر چی که میتونه هم فاصله داشته باشه از ردیف، هم فارغ از ردیف نشده باشه. یعنی یک برداشت جدیدی از ردیف ولی نه اون باشه. یعنی تقلید مو به مو هیچ موقع ملاک ارزش در موسیقی ما نبود. بر اساس این پایه ما همیشه چون موسیقی خوندیم، تاثیرات موسیقی بوده، تلاش میکنیم خود تو این مسیر حرکت کنیم. من چیزایی که الان براتون اجرا کردم در واقع حتما خودتون هم متوجه شدین که هم موسیقی ایرانی بود هم تقریبا هم نبود. یعنی هم حتما از ردیف در واقع الهام گرفته شده بود، ولی سعی میکردم همون راهو برم، یعنی برداشتی از ردیف داشته باشم که در این عالم زیبا باشه. چون ردیف زادن زیباست، اگه شما برداشتی بکنی که متفاوت باشه ولی زیبا نباشه، خب بله هدف انجام نشده، در واقع موسیقی شکل نگرفت. یه مقدمه خودم اجرا کردم در ماهور صلح، بعد یک آوازی رو دوباره بر همین اساس روی شعر مولوی که استاد شجریان هم قبلا خونده، آرامای تقریبا خیلی مشابه همون. من یاد هم بکنم از استاد شجریان الان، امیدوارم که همینجا به سهم خودم از همه ایرانی ها خواهش میکنم که دعا بکنم برای استاد شجریان، حالشون بهتر از اینی که هست باشه و ایشالله برگردم به صحنه موسیقی. بعد از اون رفتم یک تصنیفی هست خیلی قدیمی، غلام رضا رئیس قدیم اینو ساختم، شعرش مال خودش هم آهنگش، اونم دوباره استاد شجریان خونده، تا حالا کسی زیاد سراغش نرفته. من احساس کردم اینم دوباره واجد همون شرایط، در اینا زیبایی های خاص خودش هم داره، تغزلی هم هست با شبیه یلدام جور در میمد. برای اینکه یادی از استاد پایورم که در واقع پدر سنتور نوازی معاصر موسیقی ایرانی کرده باشم، یه قطعه ای از ایشون نواختم آخر سر به اسم ترانه که اونم از لحاظ فرم همون ویژگی رو داره، یعنی از ردیف هم فوق العاده فاصله داره هم فوق العاده ملهم از ردیفه و خیلی هم زیباست. به هر حال ما تو این کانادا، در کانادا همیشه سعی می‌کنیم قطعاتی رو اجرا کنیم بخصوص تلویزیون که مخاطب مورد توجه قرار بده، در واقع موسیقی رو سعی می‌کنیم همیشه حالت پرخاطره نوستالژی، بله، یاد بریم سراغ نوستالژی یا بریم یه خورده شادتر باشه، یه خورده مرتبط با در واقع موضوع برنامه باشه که الان شبیه الداز. همین تلاشا رو می‌کنیم که زیبایی خلق بشه، امیدوارم این اتفاق افتاده باشه. نه بسیارم خلق شد. دقیقاً انتخابتون بسیار با حال و هوای مراسم ما واقعا هماهنگ بود. خیلی زیبا بود. مرسی به هر حال، بازم ممنون از شما و شبیه الداتون هم مبارک. شبیه الدا شما هم مبارک باشه. با ما باشین، برمیگردیم خدمت شما.